أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. شما نسبت به آنان اظهار محبت می کنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده اند و رسول الله و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون می رانند. اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خوشنودیم هجرت کرده اید، شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه پنهان یا آشکار می سازید از همه داناترم و هر کس از شما چنین کاری کند از راه راست گمراه شده است. آنها بر شما مسلط شوند دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدی کردن نسبت به شما می گشایند و دوست دارند شما به کفر بازگردید. هرگز بستگان و فرزندانتان روز قیامت سودی به حالتان نخواهند داشت. میان شما جدایی می افکند و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود داشت، در آن هنگامی که به قوم مشرک خود گفتند ما از شما و آنچه غیر از خدا می پرستید بیزاریم، ما نسبت به شما کافریم و میان ما و شما عداوت و دشمنی همیشگی آشکار شده است، تا آن زمان که به خدای یگانه ایمان بیاورید. جز آن سخن ابراهیم که به پدرش گفت که برای تو آمرزش طلب می کنم و در عین حال در برابر خداوند برای تو مالک چیزی نیستم. پروردگارا، ما بر تو توکل کردیم و به سوی تو بازگشتیم و همه فرجام ها به سوی توست. پروردگارا، ما را مایه گمراهی کافران قرار مده و ما را ببخش ای پروردگار ما که تو عزیز و حکیمی. آری، برای شما در زندگی آنها اسوه حسنه بود برای کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند و هر کس سرپیچی کند به خیشتن ضرر زده است، زیرا خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است. امید است خدا میان شما و کسانی از مشرکین که با شما دشمنی کردند از راه اسلام پیوند محبت برقرار کند. خداوند تواناست و خداوند آمرزنده و مهربان است. خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند، چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. شما را تنها از دوستی و رابطه با کسانی نهی می کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا به بیرون راندن شما کمک کردند، و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که زنان با ایمان به عنوان هجرت نزد شما آیند آنها را آزمایش کنید. خداوند به ایمانشان آگاه تر است. هرگاه آنان را مؤمن یافتید آنها را به سوی کفار باز نگردانید، نه آنها برای کفار حلالند و نه کفار برای آنها حلال، و آنچرا همسران آنها برای ازدواج با این زنان پرداخته اند به آنان بپردازید و گناهی بر شما نیست
که با آنها ازدواج کنید هرگاه مهرشان را به آنان بدهید، و هرگز زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید، و اگر کسی از زنان شما کافر شد و به بلاد کفر فرار کرد، حق دارید مهری را که پرداخته اید مطالبه کنید، همان گونه که آنها حق دارند مهر زنانشان را که از آنان جدا شده اند از شما مطالبه کنند. این حکم خداوند است که در میان شما حکم می کند، و خداوند دانا و حکیم است. و اگر بعضی از همسران شما از دستتان بروند و به سوی کفار بازگردند و شما در جنگی بر آنان پیروز شدید و غنایمی گرفتید، به کسانی که همسرانشان رفته اند همانند مهری را که پرداخته اند بدهید، و از مخالفت خداوندی که همه به او ایمان دارید بپرهیزید. ای پیامبر، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند تا با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته‌ای مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب، که خداوند آمرزنده و مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، با قومی که خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستی نکنید. آنان از آخرت مایوسند، همان گونه که کفار مدفون در قبرها مایوس می باشند.